با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از این لحظه آغاز میکنم و امروز با یک مهمان استثنایی و فوق‌العاده ارجمند، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک شاعر، یک نویسنده، یک کارآفرین گفتگو خواهم کرد. بعد از مقدمه کوتاه و حضورتون ایشون رو معرفی خواهم کرد. البته نگاه میکردم به زندگی نامشون، دیدم که من باید یک دو ساعتی وقت بذارم که از زندگی نامشون رو از انگلیسی به فارسی ترجمه بکنم. عرض کنم حضورتون که قبل از این که به مهمان ارجمند برسم که در استودیو تشریف دارن و من از طریق اسکایپ در خدمتون هستم، باید راجع به این شرایطی که کشورمون باش روبرو هست و امروز هیچ ایرانی در هیچ نقطه دنیا نیست که هم نگران نباشه هم امیدوار باشه، یعنی امید داشته باشه و نگران هم باشه به خاطر رذالت‌ها، کشت و کشتارها، خونریزی‌هایی رو که جمهوری اسلامی تصور میکنه میتونه یک بار دیگر از این مخمصه خودش رو نجات بده و قصر در بره. ولی اون چه که من به عنوان فردی که خب با جامعه در تماس هستم، با دوستان زیادی صحبت میکنم، برام نگران کننده است این کم لطفی ها و تفرقه اندازی ها و حسادت هاییست که ممکنه به این جنبش انقلابی مردم ما لطمه بزنه. امیدوارم این صحبتی که می کنم و این تنگ نظری هایی رو که در بعضی ها می بینم جایی زیادی نداشته باشه که بخواد واقعا لطمه بزنه، ولی به هر حال نگران کننده است. کسانی پیش قدم شدن، اقداماتی کردن و برای مبارزه با این رژیم خون و جنون از هیچ فداکاری فروگذار نکردند و عده زیادی از مردم ما از داخل و خارج کشور فعالیت‌های این افراد رو که در خارج از کشور هستند تعقیب میکنند و احترام قائلند و این اقدامات این افراد براشون موجب دلگرمی میشه. وقتی که آقای حامد اسماعیلیون در تورنتو حدود 50,000 نفر رو وقتی فراخوان میده 50,000 نفر میان و در برلن حدود 100,000 نفر جمعیت میرن و فعالیت هایی رو که مسیح علی نجات داره میکنه، فعالیت هایی که دیگر بانوان و زنان دلیر ما دارن انجام میدن در خارج و در داخل کشور، خانم ستوده، خانم محمدی و مردانمون در ایران از خودگذشتگی مثل آقای نوریزاد یا اقدامات به اصطلاح به بی پایانی که آقای عالی پیام داره انجام میده، اینا تمام قابل احترام هست و هر اقدامی از این گونه میتونه باعث دلگرمی مردم ما بشه، باعث پشتیبانی بشه از مردم ما و کم لطفی است اگر که ما بخوایم در این مرحله هر نیرویی رو که به میدان میاد و برای مبارزه با این رژیم داره فعالیت میکنه دست کم بگیریم یا بخوایم حسادت بکنیم یا بخوایم نمیدونم همین مسائلی رو که بسیاری از شما بینندگان عزیز شاهدش هستید. من نمیخوام وقت برنامه رو بیشتر از این بگیرم، ترجیح همینه که بیشتر وقت برنامه در اختیار این مهمان ارجمند و گرامی باشه.
صحبتم در مورد آقای سعید محاسب، پروفسور، دانشمند و کارآفرین، شاعر، نویسنده و شخصیتی است که آثاری رو که به رشته تحریر درآوردن جزو بستلرترین رسانه های نوشتاری امریکا بوده. من این شانس رو داشتم که فقط یکی از کتاباشون رو ازشون خواهش بکنم بگیرم و فوق العاده است این کتاب که راجبش با ایشون صحبت خواهم کرد، ولی ترجیح میدونید که بیشتر راجب مسائل روز اگر که اجازه بدن باشون صحبت بکنم. آقای سعید محاسب در سن 7 سالگی به خودکفایی رسید، هنگامی که مجبور شد با بیماری خونی ارثی که یک بیماری ارثی هموفیلیا هست و اون لخت شدن خون هست، خودش خود کفا باشه و مبارزه بکنه با این بیماری. بعد در سن 14 سالگی آموخت که چگونه ذکاوت و هوش خود رو با فروتنی و تواضع همسنگ بکنه و در اولین مجموعه شعر خودش رو منتشر کرد. در 16 سالگی از والدینش، از پدر و مادر خواست، تقاضا کرد او رو به امریکا بفرستند و تنها به امریکا آمد. در 16 سالگی که آمد به امریکا شروع به فعالیت کرد و با گذراندن دوره مهندسی باز به خودکفایی خودش متکی بود و از خودگذشتگی. عرض کنم حضورتون که و آموخت که موفقیت با ارائه مداوم ارزش‌ها به دوستان و اقوام و جامعه میسر میشه. با اتکا به استعداد کارآفرینی خود در 21 سالگی در حالی که بود اولین شرکت خودش رو تأسیس کرد. من چون واقعا دیدم که بخوام خلاصه بکنم سوابق کار ایشونو، میخواستم خواهش بکنم، سلام بکنم خدمتشون و بی نهایت سپاسگزار باشم از اینکه دعوت من رو پذیرفتن که امروز در خدمتشون باشم و خودشون ادامه آنچه که انجام دادن و تا به امروز که در دانشگاه های مختلف تدریس میکنن، پروفسور هستن، فیلسوف هستن و یک دانشمند به تمام معنا، و بزرگترین خصوصیتی که در همین بیوگرافیشون به کرات بهش اشاره میشه فروتنی و تواضع بی نهایت زیاد این شخصیت برجسته و دوست داشتنی هست که واقعا ایشون رو در اون بالای بالای بالا از نظر اجتماعی و به اصطلاح علم و دانشی که دارن قرار میده. سلام میکنم آقای محاسب و بی نهایت ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفت. بی نهایت ممنونم که من رو دعوت کردید، به اضافه اینی که من نمیدونم اصلا سرم رو چطوری بلند کنم با این همه خجالت زدگی و این تعریف شما. آقای محاسب، این واقعا یک قطره‌ای بود از اون اقیانوسی که میگم، این من بیوگرافی شما رو خواستم، فکر میکردم بتونم اینو خیلی سریع ترجمه بکنم و چون به انگلیسی بود و بعضی وقتا هم که ما یه مقداری مشکل داریم برای ترجمه دقیق بعضی از واژه‌ها، به هر حال
گفتم که از آن پس بفرمایید که الان در حال حاضر میدونم در دانشگاه تدریس میکنید و میدونم که اون همین کتابی که مرحوم فرمودید و چندین بستلر شده در بسیاری از رسانه های نوشتاری امریکا تحت عنوان شما هستید و نه آنها، و بعد اشاره می کنید به نکاتی رو که در این کتاب به رشته تحریر در آوردید و در واقع اون استعدادی رو که شما سراغ دارید در تک تک افراد که باید خودشون اون رو کشف بکنن و استعداد کارآفرینی، استعدادی که در نهاد اکثر انسان‌ها هست و باید خودشون اون رو کشف بکنن و بهش بپردازن، و در قسمتی از این به مجسمه ساز و مجسمه میپردازید و اشعاری رو که در این زمینه به زبان انگلیسی نوشید بی نهایت زیباست. The sculptor and the sculpture، مجسمه ساز و مجسمه. البته برای مجسمه واژه بهتری هم هست که الان ذهن من یاری نمی کنه. به هر حال کتاب بی نهایت زیباست، دوستانی که بسیار آموزنده هست و توصیه میکنم دوستان این کتاب رو، دوستانی که زبان انگلیسی مسلط هستند این کتاب رو بخرند و بخوانند. و اولین سوالم اینه که آقای محاسب، قصد دارید به فارسی این آثارتون رو ترجمه بکنید یا نه؟ والا سوال خوبیه، چند از من سوال زیاد شده که بکنم اینو، ولی خب کاریست خودش بلد. و تسلط من هم اونقدر به زبان فارسی نیست و همونجور که گفتید یه لغتهای جایگزین نداره، یعنی بعضی لغتها رو ما الان مثلا با کمک در واقع آقای میبودین رو به من کمک کردن یه روزی صحبت میکردیم، این کلمه کارآفرین رو من باهاش خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم بهافرینه، یعنی این است که ما هممون این قابلیت بهافرینی یعنی بهتر آفریدن رو داریم. حالا یه کسی این رو در زمینه کاری به کار میبره، میگه مثلا فرض کنید من میخوام بشم ایلان ماسک، یا یه دونه فرض کنید مغازه داشته باشم، یا هر جوری، یعنی از اون چیزی که داریم یه چیز بهتری درست بکنیم. یه کسی میبینید میشه مارتین لوتر کینگ، میشه گاندی، اون خلاقیتش و اون کاری رو که میتونه انجام بده در جهت دیگری داره به اصطلاح استفاده میکنه، و اون جهت دیگه جهت مثبتی است که تصمیم گیری اون شخص کرده. یعنی من فکر میکنم که ما همه قابلیت این اکسچنج یا تعویض رو داریم، به این صورت که ما یه موقعیتی داریم، این موقعیتمون رو خب بعضیا کمتر پول دارن، بعضیا بیشتر دارن، بعضیا سواد، بعضیا، ولی هممون هر روز مشغولیم که اون موقعیتی رو که توش هستیم به وضع بهتری داریم، و این همون بهافرینی است که شما بشید. بسیار بسیار بجاست این واژه، به جای کارآفرینی و انترپرنورشیپ، همونطور که فرمودید واقعا تنها به کارآفرینی میتونه هر نوآوری و بهافرینی باشه اطلاق بشه. یعنی جناب اجازی، من تصور میکنم چون الان وضع ایران هم طوری هست که من تصورم این است که خیلی خیلی در موقعیتی هستیم که حساس. الان به نظر من در ایران شما این جوانها دارن بهافرینی میکنن. آقای محاسب، جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها تومان و میشه گفت دلار و سایر پولهایی که در اختیار داشته،
با رسانه های متعددی که در جای جای دنیا به وجود آورده، با ایجاد امامزاده های دروغین و قلابی، با ایجاد مراکز به صورت ترویج تشیع و به دنبال این مسائل رفتن، الان طبق این فایل های صوتی رو که داره منتشر میشه و هک میکنن جوانان با استعداد ما، خود این رژیم مونده که از این همه هزینه‌ای که کرده و تلاشی که کرده چه نسلی به وجود آمده. و این ادبیات اعتراضی رو که ما میبینیم، آثاری رو که خلق کردن جوانای ما و مبارزه منطقی رو که دارن میکنن که متاسفانه با خشونت و با سرکوب و با اعدام و با شکنجه و تجاوز همراه هست، دنیا رو حیرت زده کرده و الان طوری شده که معمولا امریکایی‌ها زیاد تو مسائل سیاسی و اینا، تجربه من این هست که زیاد علاقه ای ندارند و جز اون چه که مربوط به کشورشون میشه، اونم نه همشون، ولی الان کمتر دوست امریکایی من دارم که راجع به ایران صحبت نکنه، راجع به اون چه که داره در ایران میگذره آرزو نکنه که جوانای ما موفق بشن. و این یه پدیده است که واقعا تازه داره شناخته میشه. چیه نظرتون در این مورد؟ والا ببینید، چند نکته. یکی این که این کار رو که با همبستگی و واقعا من فکر میکنم، یعنی در داخل و در خارج یک اتحاد به خصوصی به وجود اومده که البته خب هم خود جمهوری اسلامی و هم بعضی از دوستان که فکر میکنم که گمراه میشن با اون چیزهایی که جمهوری اسلامی در سیستمای مجازی به اصطلاح پخش میکنه، ولی اکثرا با هم هماهنگ و یگانه شدن و این صدا رو به همه جا رسوندن. من اتفاقا با دوستی صحبت میکردم، بعد از 44-45 سالی که من اینجا هستم، بعد از انقلاب واقعا اولین باریست که من به واقع غرور دارم نسبت به ایران و به واقع فکر میکنم که پراد و با سربلندی هستم. ببینید، این مسئله یعنی که چطور صدای خودشون رو مردم ایران با همراهی با خارجی ها به تمام دنیا رسوندن. یعنی بزرگترین هشتگ فکر کنید توییتر رو در سابقه توییتر به وجود آوردن و غیره، این یک همکاری عجیب و غریبی است. یعنی این فرض کنید آهنگ برایه رو که چطوری جایزه گرفتن، یا مسائل دیگه که همه میبینیم، در همینی که چندین هزار نفر با هم یکی میشید. نکته در این است که یکی شدن چقدر اثر گذاره. این اولا که باید از این ما یاد بگیریم که از این هم بیشتر اگر ما یکی بشیم چقدر بیشتر اثر گذار خواهیم بود. طبیعتاً ببینید، هر چیزی که ارزش داره خرجش هم بیشتره. یعنی آزادی که مردم ما همه به دنبالش بودن، خرج بسیار زیادی الان دارن در مقابلش میدن و از به اصطلاح جون مایه گذاشتن. من میبینم که پدر مادرها دلشون نمیخواد بچه هاشون برن بیرون، دوستان بچه ها کشته میشن، از دبستان و دبیرستان این همه زجر رو از کشتن بالای در رفتن، از این خرج بزرگتر چی؟ ولی ارزشی که در مقابلش، این همون اکسچنج، همون به اصطلاح داد و ستدی است که ما با خود و با دنیا میکنیم که این یک ارزشی داره. و من واقعا میبینم که این ارزش رو مردم ایران کاملا میفهمن، به خصوص جوانهای داخل ایران که چقدر کاری که دارن میکنند در تاریخ بشریت ارزشمنده. و آقای محاسب، یکی دیگه از برجستگی های این جنبش انقلابی
نقش زنان هست که بی سابقه است. باز نقش زنان همیشه جناب حجازی بی سابقه بوده، ولی تحت به اصطلاح زیر ذره بین یا اینجوری مشخص نبوده. یعنی من تصور نمی کنم که هیچ جای دنیای هیچ انقلابی هیچ پیشرفتی شده بوده به جز اینی که زنها در اون نقش داشتن. یعنی اگر 50% ما مرد هستیم و 50% زن، اون 50% مردمون هم بدون وجود زنها به وجود نمی اومدیم. یعنی نقش اصلی همیشه در زنها بوده، چه در پرورش فرزندان، چه در اون فکر و چیزی که در هر روز در منزل و اینها داشتن، حتی موقعی که کار نمیکردن و الان که شما میبینید چه نقشی دارن. کاملا درست میگید. اگر در تاریخ من انقلابات اون را نگاه میکردم، هیچ موقعی زنها، البته در فرانسه فکر میکنم در قبل از 2-3 سال قبل از انقلاب فرانسه، حدود اول 3-4 هزار تا 5 هزار تا خانم اینها در مقابل قیمت نون و اینها میان بیرون، میرن سر ورسای و بعد این تبدیل میشه به یه موومنت 80-90 هزار نفره. ولی بعد 2-3 سال بعد انقلاب فرانسه میشه و این بزرگترین چیزی که من پیدا کردم. البته شما در فیلیپین هم میبینید که یک مقدار اینها نقش داشتن، در جای مختلف نقش داشتن، ولی این نقش به واضح و خط اول بودن 100% یه چیزیست که اصلا قابل ستایشه. این رو در امریکا و انگلیس هم شاهد بودیم آقای دکتر. تا چند سال، تا 50-60 سال پیش، زنان در امریکا حق و حقوق زیادی نداشتن، حق رأی نداشتن مثل اینکه. بله. البته اگر شما توجه بکنید، درسته که در امریکا و جاهای دیگه، حالا من نمیخوام نقش خانم ها رو در اینجا کم بکنم، نقش هموطنانمون رو زیاد، ولی اگر شما ببینید ما زن پادشاه داشتیم در ایران در هزاران سال پیش. بله. خب ببینید، یکی از کوشش هایی که جمهوری اسلامی کرده در طی این 43-44 سال این بوده که تاریخ پرشکوه و افتخارآمیز ایران رو به سایه ببره به فراموشی بسپره، و تبلیغاتی که کرده همش از زمان پیدایش اسلام و هجوم اعراب به ایران شروع میشه، که خود این یه بحث مفصلی است. و من این کتاب دو قرن سکوت رو که واقعا میخونه آدم میبینه که چگونه، خب یک عده افراد وحشی که فقط به دنبال تپاول و غارت بودن آمدن و تونستن یک امپراتوری مثل امپراتوری ساسانی رو از بین ببرن، برای اینکه اصلا تصور شاید اون سپاهیان ساسانی به مخیلشون رو هم خطور نمیکرد که بتونه با یک چنین وحشیگری هایی مقابله بکنه. به هر حال این بحثی است که این روزها به خصوص خیلی راجبش صحبت میشه و بد نیست که، و مطمئن هستم که جوانان ما دارن میرن به اون گذشته و مطالعه میکنن و میآموزن، و الان نتیجهش رو داریم میبینیم که چه میوه‌ای رو به بار آورده. در مورد اقداماتی که داره در خارج از کشور میشه، میخواستم نظرتون رو جویا بشم. و به هر حال صحبتهایی رو که ما میشنویم از طرف مسئولین پارلمان اتحادیه اروپا و تحریم‌های جدیدی رو که به اصطلاح میگذارن روی افراد، مثلا دیروز تحریم‌های جدیدی رو اتحادیه اروپا گذاشت روی صدا و سیما، و درخواستی رو که بسیارانی دارند که کشورهای اروپایی و امریکا سفرهای خودشون، امریکا که سفیر نداره ولی کشورهای اروپایی که سفیر دارن در ایران سفرهاشون رو فرا بخوانند. این رو به چه صورت می‌بینید؟ من اجازه می‌خوام که ما بریم پیام‌های بازرگانیمون رو بشنویم که با خیال راحت شما به این سوال من و سوالات دیگه‌ام پاسخ بدید. بسیار عالی.
خواهش من. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس امیر این بار شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می کند. تاریخ حرکت 16 ژانویه. دیدار از قاهره، اسوان، لاکسور، موزه مصر و مسجد الرفایی. سه شب کروز در کابین های دوکس 5 ستاره بر روی آبهای نیل. 4 شب خاطر انگیز در دبی، مرکز منحصر به فرد ترین معماری مدرن جهان. و دیدار از جاذبه های زیبای توریستی. اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره. قیمت استثنایی $3,990. 818-758-2626. amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیل ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جیل ویز، شارژ اشتراک جیل ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیل تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گلداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3.
بینندگان گرامی، با مهمان ارجمند و گرامی و فرهیخته و دانشمند خودمون آقای سعید محاسب گفتگو میکنم. آقای محاسب، قبل از اینکه به اون سوالی که قبل از آگهی ها باتون در میون گذاشتم پاسخ بدید، در حال حاضر بعد از اون مقدمه که من خیلی کوتاه راجع به سوابق زندگیتون گفتم، در حال حاضر کجا تدریس میکنید و خودتون مؤسسه ای دارید که دارید اداره میکنید؟ اون مؤسسه کارش چی هست و در این مورد یه توضیحی بدید که بینندگان ما بیشتر آشنا بشن. من الان در USC University of Southern California که در لس آنجلس هست، هم در انجینیرینگ سکول یعنی اون دانشکده مهندسی و هم در بیزنس سکول، مارشال بیزنس سکول که مال به اصطلاح بیزنس و اینها هست، در هر دو تدریس میکنم. یک کلاس اینجا دارم، یک کلاس اونجا دارم. البته تقریبا یک سوم وقت من به تدریس اونجا میرسه. یک کلاس هم دارم که در به اصطلاح چین هست، اون مال شانگهای یونیورسیتی و یک چنیوای یونیورسیتی و این هاست که اون سالی یه بار من از دور، حالا قدیم اونجا میرفتم. این قسمت تحصیلی. گهگاهی هم مثلا وارتن بزنس سکول یا جاهای دیگه، مثلا فرض کنید به عنوان گست سپیکر بهش میگن، مهمان مثلا لکچرر هستم، سخنرانی مهمان. بله. و این تقریبا یه سوم نسبت به اینی که کجای سال باشیم از لحاظ سمستری و غیر و ذالک وقت من رو میگیره. یک سوم دیگه کارهای نوشتاری میکنم. من برای هم تایمز مینویسم، برای USA Today، برای ایندیپندنت تو انگلیس، برای گلوب اند میل، برای نیوزویک، برای هاروارد بزنس ریویو یه چند تا کیس اونجا دارم، برای لندن سکول اف اکونومیکس. این است که برای فوربس، این است که سرم گرم نوشتار زیاده که می نویسم و اینها، و یه مقداری هم راجب اینهایی که کارهایی که کردم و اینها و یا کتابا. البته الان کتاب جدید در دست ندارم، ولی یکی دوتا کتاب دارم که شما بهش اشاره کردید، و این دومی رو که شما نشون دادید هم در فیلسفی یا فلسفه بست سلر شده بود و هم در بیزنس، که این چیز به نظر خودم خیلی جالب و عجیبی بود. بعد هم خدمتتون عرض بکنم که من با دو سه جا، چند جا در شرکت های مختلف به عنوان جزء هیئت مدیره هستم، و در شرکت های کوچیک که مثلا فرض کنید بهشون میگن ستارتاپی که تکنولوژی بیس و اینا هم هستن، سرمایه گذاری میکنم و باهاشون همکاری میکنم. نقش خودم الان، البته یه شرکتی دارم که 30 سالی هست، ولی مثل قدیم اونقدر فعالیتی که در یه شرکت باشه ندارم. در جاهای مختلف هم گفتم هیئت مدیره هستم یا سرمایه گذاری میکنم، همکاری میکنم، و بیشترین وقت من همین توی این سه کاره، یعنی درس دادن، انجام کار و نوشتار راجع به اون کارها، و یه مقدارم به اصطلاح بهش میگن speaking engagement، یعنی میگن مثلا فرض کنید مثلا هفته دیگه من دارم میرم نیویورک برای یه تاکیست که از این کانفرنس هاست یا در کانادا یا در خود امریکا جای مختلف انجام میدم. شما یه اشاره هم کرده بودید توی، یعنی توی زندگی نامتون آمده که مشاوره میدید به S&P 500. بله. خب من یه دوره کارهای کانسالتینگ میکردم، یعنی من هم شرکت مشاوره خودم رو داشتم سالها، مثل کلاینت های چه میدونم IBM مشتری من بوده، فدرال رزرو بانک بوده، موتورولا بوده،
چه میدونم از این ماشین، کارخونه های ماشین فورد، تویوتا، هوندا اینها. و یه مدتی بعد من 4-5 تا به اصطلاح از همین استارتاپ ها شروع کردم. یه مدتی در ترن اراوند بودیم که مثلا شرکت می خریدیم، ترن اراوند می کردیم و می فروختیم این رو. و در دوره آخرین کاری که یه شرکتی فروختم به شرکت KPMG که یه شرکت 26 بیلیونی فکر میکنم ادوایزری، یکی از 4 تا بزرگترین ادوایزری فرمای امریکاست، و اونجا من رئیس اینویشن بودم، یعنی استراتژیک اینویشن، نوآوری، بله بله، برای KPMG. و در اونجا هم باز دو مرتبه همکاری زیادی با شرکت های S&P 500 و اینها داشتیم به عنوان مشاوره. من باید بگم more power to you. خدا قوت بده به شما و افتخار میکنیم به وجودتون. آقای محاسب، تأثیر تجمعاتی که در خارج از کشور شده تا چه حد میتونه مثبت باشه، روحیه بده به جوانانمون در ایران؟ خب و ضمناً سوال دیگه هم میگم که شما هر دو رو پاسخ بدید لطفاً، در مورد این ایرادی که بسیارانی در آغاز این جنبش میگرفتن و این بود که این جنبش چون رهبری نداره به جایی نمیرسه، و الان من با دوستان زیادی که در آغاز چنین فکر میکردن الان فکرشون عوض شده و اعتقاد دیگری دارن، در این دو مورد اگه ممکنه نظرتون رو. حتما. مورد دوم بسیار مورد مهمی است. بذارید من مختصرا در مورد اینی که چطور حتی این تظاهراتی که مردم در خارج میکنن، یا این شما اشاره کردید به این تحریمایی که مثلا فرض کنید افراد میکنن، صدا سیما و غیره و زالک، یا موومنت های اینی که سفارتخونه ها رو ببندن اینا. ببینید اصولا میگن این، فکر میکنم یکی از قوانین نیوتونه که میگه a body in motion stays in motion، a body at rest stays at rest، یعنی یک چیزی که در حال حرکت در حال حرکت میمونه، و یک چیزی که در حال ایستادنه در حال ایستادن میمونه. هر گونه چیزی که سبب بشه که این جنبش در حال حرکت بمونه باعث امیدواری است. پس اینا باعث امیدواری است، اما کافی است؟ نه. خب دولت‌های خارجی هر کدوم نقش خودشونو دارن بازی میکنن به دلیل اینکه منافع خودشونه، و ما نمیتونیم بگیم آقا شما منافع خودتونو بذارید جلوی منافع ما. میتونیم بگیم، اما انجامش یه مقدار فکر میکنم که غیر منطقیه. ولی آنچه مسلمه هرچی فشار بیشتر بتونیم ما بیاریم که اونها فشار بیشتری بیارن، بر قدرت مردم اضافه میشه. حالا ممکنه ممالک خارجی اونها رو برای ازدیاد یا نقش بهتر خودشون بکنن، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر ما بتونیم از این فشارهایی که به وجود میاد استفاده بکنیم چه بهتر. نقش مردمه که فکر میکنم در اینجا هستن و این اتحاد رو نشون میدن با اونهایی که در ایران هستن، بسیار بسیار من فکر میکنم مثبت. البته خیلی چیزهای امریکایی نشون نمیدن اینها رو، یا کم چیزی میکنن، کم لطفی میکنن، میگن مثلا 10,000 نفر آدم بودن، میگن 1,000 نفر آدم بودن. ولی آنچه مسلمه آدم هایی که اونجا هستن همه در ایران فامیل دارن، همه میبینن، میشناسن، این ویدیوهایی که میگیرن هموطنان در ایران میبینن و باعث دلگرمیشون میشه. اما نکته دومی که شما فرمودید که فهم فکر کنم یکی از چیزایی بود که من از همون اول هی پافشاری میکردم، مردم میگن نه این همین جوری مردم میان تو خیابون و بسیار اصلا هیچ رهبریتی نداره و کسی نیست، و حالا ما پیدا کنیم از خارج و از این ور و از اون ور اینها، این سیستم اولی. ببینید 6-7-8 جور سیستم های به اصطلاح بهش میگن مدل های رهبری وجود داره. البته ما به دلیل که اینا ورشتن اسم آقای خمینی رو گذاشتن رهبر، ما اصولا به عنوان ایرانی ها من فهمیدم که مشکل داریم با این که این کلمه رهبر رو استفاده بکنیم. ولی نوع رهبریت یا لیدرشپ به قول اینها 7-8 جور هست. یکی مثلا اتوکراتیکه، یعنی یه کسی تصمیم میگیره و اون همه باید انجام بدن. الان ما در ایران همین سیستم اتوکراتیک داریم. یه جور بیوروکراتیکه، یعنی یه
قوانینی هست که اینا مثل دولتی ها و مثل فرض کنید اینجا شهرداری و غیر و ذالک یا کنگره مثلا یه چیزایی میذاره در اینجا و اونا باید انجام بشه، یعنی یه چیزی همه چیز رو یواش میکنه و طبق یک قوانین به خصوصی باید انجام بشه. یکی دیگه مثلا فرض کنید هست ترانزکشنال، یعنی شما لیدرشپتون بر اساس اینه که میگید من این رو میدم اینو میگیرم، من به شما $100 میدم شما به عنوان کارمند این کارو بکنید، اگه این کارو نکنید این فرض کنید تنبیهتونه، اینو بهش میگن ترانزکشنال. این چندین نوعی رو که رهبریت تقریبا شما در تمام هر شرکت‌های بزرگ می‌بینید، در تمام این کودتاها و نمی‌دونم فلان و انقلاب‌ها و اینا هم همه می‌تونید ببینید که این چطوری انجام میشه. یکی از چیزهایی که جالب وجود داره این است که بعضی از اینها، یعنی خیلی از اینها وقتی کار نمی‌کنه یه چیزی است به اسم که جزء مدل‌های اصلی رهبری نیست، به اسم دیستریبیوتد لیدرشپ، یعنی توزیع شده. فرض کنید که شما در یه جا کار میکنید، حالا یا بیروکراتیکه یا نمیدونم اتوکراتیکه یا دموکراتیکه، هر جوری که میخواید توزیع بکنید، این وقتی کار نمیکنه مردم توی اون شرکت یا کار یا دولت هر جایی میان خودشون برای اینکه کار رو راه بندازن میان خودشون یه چیزایی درست میکنن، میگن این کارت اینجوری بکنیم به جای، یعنی یه رهبریتی از داخل به وجود میاد که غیر سیستماتیکه، یعنی اینا پوزیسیون ندارن، یعنی اینها فرض کنید لقب ندارن، وایس پرزیدنت فلان، رئیس فلان، کمیته ندارن، بله عنوان ندارن، ولی هدفشون در پیشرفت اون کاری است که دارن. این چندین خاصیت، اینو بهش میگن دیستریبیوتد لیدرشپ، این چندین خاصیت به خصوص داره، یعنی یکی این که کاراکتریستیکاش اینه که اینتنشنال ریسک، یعنی اون گروهی که این کارو میکنن میدونن که دارن ریسک برمیدارن و در خطر هستن. حالا شما در یه کار اون ریسک چه میدونم بیرون کردنشونه، الان که میبینیم در ریسک دار زدن و غیره زدن، یعنی میدونن که دارن ریسک میکنن، به یه نتیجه به خصوص تمرکز دارن. یعنی شما ببینید در ایران الان اون نتیجه چی شد، از اینه که رودسدی رو برداریم یواش 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 شد به این دولت باید بره و دیگه باید بره، این نیست که ما مثلا فرض می شما یه قانون بذارید و خوب شدیم. و این نکتهش در اینه که اون سیستم دیستریبیوتد لیدرشپ روی یک نتیجه به خصوص تمرکز داره، یعنی اونو میخواد، اون نتیجه رو میخواد، کلی نیست که مثلا بهبود پیدا بکنیم، نه خیلی خیلی مشخص. دانش مشترک داره، بهش میگن shared knowledge. و الان شما میبینید که مثلا در 150 تا شهر مختلف یه شعار در یه زمان در یه موقع، بدون اینکه کسی، یعنی شبنامه میدن ولا میدن، ولی این یواش یواش structure پیدا کرده و این کار داره انجام میشه و به اصطلاح بهش میگن دانش مشترک یا shared knowledge. یکی دیگه بهش میگن failure inspired learning، یعنی شما توسط یه چیزایی که از شکست ها استفاده میکنید برای اینکه یادگیری بکنید، از شکست های قبلی ها، از آبان گذشته، از 88، از اینها شما ببینید که این سیستمی که الان داره پیاده میشه کاملا داره یادگیری کرده و داره اونها رو به عمل میاره، باش مبارزه میکنه. بله باش مبارزه میکنه. نکته آخرش این است که این دیستریبیوتد لیدرشپ موقعی فرم میگیره که مردم، اونایی که جز حالا یا کارمند و یه شرکتی هستن یا مردم یه دولتی هستن، از اون چیزی که وجود داره دیساپوینتدن و میگن باید یه بریک ترو بشه، یعنی باید یه شکاف کاملی انجام بشه، این دیگه قابل فیکس شدن نیست، قابل ترمیم نیست. و اینا خواص این دیستریبیوتد، ما الان کاملا میتونیم تمام این خواص رو در سیستمی که در ایران هست ببینیم، یعنی من بدون شک میدونم که آدمهای بسیاری هستن و هدف این دولت هم برای این است که اینها رو بگیره و همین دلیل هم اینقدر تعداد زیاد میگیره، برای اینکه نمیدونه کجا رو بگیره. یعنی شما اگه یک لیدر به خصوص داشتید و این لیدر رو سرش رو میزدید، خب سیستم کلپس میکرد. اینها هی آدمای مختلفو میخوان بگیرن که به این نتیجه برسن که ما گرفتیم سیستمو. ولی یکی از شعارهایی که من خیلی میدن و دوست دارم اینه که تبر زدی که زخم شه جوونه شد، شکوفه شد. بله بله، یا اون که هر یه نفر کشته بشه 1000 نفر پشتشه. بله بله،
و شعارهای بی‌نظیری که همونطور که اشاره کردید به اون اثر زیبایی که برای تولید کرد و واقعا چه انقلابی وجود آورد میشه. و اینجا داریم هنرمندان نقاش و مجسمه سازمون که دارن اینجا کار میکنن و یک جوان برومند کردی هست به اسم آقای هیوا، او با گل سرخ در دانتان لس آنجلس وقتی که اون گرده همایی بزرگ صورت گرفت روی یه دیوار بزرگ با گل سرخ صورت اون دختر لور رو به تصویر کشیده بود. مشغول هست در سان دیگو و داره به کارش ادامه میده و فکر کنم به زودی یک نمایشگاهی بذاره که آثار دیگرش رو صورت مهسا و بقیه این دختران جوان زیبایی رو که این رژیم پرپر کرده اینها رو به تصویر بکشید. البته ببینید آیه اجازه، این مسئله که ما میگیم دیستریبیوتد لیدرشپ یا به اصطلاح یک رهبریت توزیع شده، بعضی‌ها میگن نه خب بالاخره خارجی‌ها هم نقش دارن، بالاخره اونها میاد من چه دارم از اونم جزو دیستریبیوتد. بله خب خارجی هم یه نقشای واسه خودشون طبیعتا دارن میخوان بازی بکنن، یعنی که اونها میخوان از اینجا مونده و از اونجا مونده نشن. حالا چطوری؟ خب مسئله این است که چطوری رهبریت اونها رو استفاده میکنه در جهتی که الان ما داریم داره پیش میره. یا برخی میگن که خب ما دیگه گول نخوریم. خب گول نخوریم یعنی چی؟ یعنی ما باید کاملا یک کس دیگه ای بیاد برای ما این کارو بکنه. به اضافه که اونایی گول خوردن که در اون موقع گفتن که جزء گروه های دیگه ای بودن، به جز گروهی که شاهی بودن و گروه های دیگه، گفتن خب اینجا شاید موقعیتی واسه ما پیش بیاد که یه استفاده بکنه. وگرنه خب غیر منطقی بود از اول که نون مجانی، آب مجانی، همه چی مجانی، خب از عملی نبود. پس بنابراین نکته در این است که ما از این گذرگاه، من فکر میکنم با لیدرشپی که در ایران با رهبریتی که جوانها به خصوص میکنن، ما اگر اینی که از ایران فرض کنید از دانشگاه شریف یا غیر ذالک میان اینجا و میشن فرض کنید رئیس شرکتی که چندین میلیارد دلار به پابلیک میره و انقدر کیپبلن، چطور اینا در ایران کیپبل نیستن، اصلا قابلیت ندارن رهبری بکنن، ولی وقتی میان اینجا یهویی میتونن یه شرکت های چندین میلیارد دلاری رو ران بکنن؟ اینطوری نیست. ما بسیار بسیار در ایران داریم، ممکنه من و شما نشناسیمشون، ولی خب 80 چند میلیون نفر آدم هستن و همه بسیار کیپبل هستن و دست به دست هم خواهند داد. و من فکر میکنم که این 100%، حالا زودتر یا دیرتر، ولی body in motion stays in motion، تا جایی که ما بتونیم این در حال حرکت باشه تا ریشه در آب است، امید ثمری هست. امید ثمری هست. آقای محاسب، در فرصت کوتاهی که باقی مونده، اون سوال قبلیمو، الان این تحریم هایی رو که هر روز میگذارن کشورهای خارجی و به اصطلاح تا الان این تحریم ها مثلا برای دو بازجو خبرنگار اسمشو گذاشتن، دو تا از این خبرنگارهایی که در تلویزیون و رسانه‌های جمهوری اسلامی هستن، خب این اولا این آدم ها معلوم نیست بخوان بیان خارج و مسئله باشه واسه شون، یا اینکه اقدامات دیگه. الان یکی دیگه از تقاضاهایی که همین جوانای ما دارن و بسیاری از ایرانیان دارن این هست که سپاه پاسداران بره زیر نهادهای تروریستی. این رو تا الان نکردن کشورهای خارجی و بعد توقع و انتظاری رو که بسیاری از ما داریم ولی گفته میشه که عملی نیست و نخواهد شد، اون بازخواندن سفرا هست از سفرای کشورهای اروپایی هست از ایران، اون رو به چه صورت میبینید؟ آیا منطقی در این درخواست هست؟ ببینید بازگشت سفرا من فکر میکنم که خیلی با تأثیر تر خواهد بود به دلیل سمبولیک بودنش.
ببینید اینایی که الان در سپاه پاسداران غیر و ایناز هستن، سراشون که همه پولاشون رو ورداشتن و در رفتن و الان در جاهای مختلف دارن، به اضافه اینکه شما اگه نگاه بکنید اینا با یک شرکت 6 تا 10 تا 15 تا 30 تا شرکت زیرش دارن، اصلا قابل چیز نیست. یعنی به اضافه که وقتی شما به خودتون با سیستم هستید، فردا میرید اداره شناسنامه یکی دیگه اسمتون رو میگیرید و مسئله حل. از لحاظ سمبولیک ممکنه که چیزی بشه آقا تروریست شناخته شدن، خب این تمام سیستم تروریسته، اونا که نیستن فقط میکشن صاحبشون و غیرشون. اگر یعنی من فکر میکنم که بیشتر یه چیزیست که یه چیزی به ما بدن که مخالف سه دقیقه وقت داریم میفرمودید. یه چیزیست که به نظر من میخوان یه چیزی بدن که از این ستون به اون ستون فرج شرکت های ممالک خارجی. من خیلی فکر نمی کنم که اثر عجیب و غریبی داشته باشه اینی که اونها رو به اصطلاح تحریم بکنن یا نکنن. من فکر میکنم ولی این سفرا رو اگر بیرون بکنن تأثیر بزرگتری خواهد داشت. تأثیرهای بزرگتر میتونن بذارن، همون از لحاظ نمیدونم اینترنت، از لحاظ نمیدونم کارهای دیگه. فرض کنید به سیستم‌های پولی رو ببندن به ایران، حالا میگن بستیم، ولی یهو شما میبینید چندین میلیارد دلار از یه سوراخی پیدا میشه بهشون میدن، خب این زنده نگهشون میداره. و خطرات دیگه آقای اجازی ببخشید بگید، و این با اینی که این یواش یواش ما بخوایم به صورت تدریجی به اصطلاح به اونجا برسیم، خطرش در این است که ممالکی مثل چین و سعودی عربیا که الان دارن از به اصطلاح ضعیف بودن دولت سوء استفاده میکنن، سوء استفاده خواهند کرد و اونها قابل برگشت دیگه نخواهد بود. یعنی سرعت الان یک مسئله است که باید در نظر گرفته باشه. هر چی ما بیشتر فسفس بکنیم، بیشتر این طول بکشه، ممالک دیگه بیشتر میتونن خودشونو پوزیسیون بکنن که از دولت ایران از دولت ایران که ولش کنید، از مردم ایران در دراز مدت سوء استفاده بشه. بله این فرمایشتون کاملا منطقی است و الان از ضعفی که در این رژیم وجود داره و این تظاهرات که پیاپی داره صورت میگیره داره استفاده میشه و جمهوری اسلامی که تصور میکرد چین هوادارش هست و فشفاشده، الان با سفری که رئیس جمهور چین کرده به عربستان سعودی و بخششی که داره میکنه از در مورد اون سه جزیره و غیر و ذالک، واقعا باعث تأسف و تأثر شده. بی نهایت از شرکتتون تو برنامه سپاسگزارم، امیدوارم این فرصت رو بدید که بیشتر در مورد مسائل کشورمون با همدیگه صحبت بکنیم. از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم و از امیر شهرتی هم که معلوم هست بی نهایت ممنونم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.